سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و فرزاد مامان سلام سلام امروز یه اپیزود تقریبا متفاوت داریم امروز من بگم اپیزود 301 ماست بعد از اون لایوی که گذاشتیم اولین اپیزودی که داریم یه ذره متفاوت من میذارم که حالا بچه ها تو طول اپیزود در واقع متوجه میشین که چرا ولی نه ما پیش اپیزود داریم اینجا نه پس اپیزود داریم جالب هفته و اینا رو امروز اسکیپ میکنیم میخوایم یه ذره جدیتر راجع به یه سری از مسائلی که داره اتفاق میفته صحبت بکنیم میخوای توضیح بدی کارون که برنامه برای اون اپیزود چیه آره حالا طول هفته گذشته خب ما هممون داشتیم اخباری که از ایران مخابره میشد و گوش میدادیم و داستانی که توی خوزستان بود حالا الان به شهرهای دیگه کشیده بعد یه صحبتی با بچه ها داشتیم دیدیم که هیچ کدوممون مایل نیستیم که اپیزودمون همون روند قبلی رو داشته باشه بعد رو این حساب با هم تصمیم گرفتیم که یه اپیزود حالات متفاوت بریم اختصاص بدیم به این داستانی که توی خوزستان داره اتفاق میافته آره نمیدونم میخوایم در مورد این که نه زیاده مهم نیست نتیجه اصلیش آخرش این بود که این کارو بکنیم آخه ما در صحبت کردیم که آیا اپیزود رفتن چه کمکی میکنه یعنی زره سبک سنگین کردیم ولی آخرش به نتیجه رسیدیم که یه اپیزود جدی داشتن و آره حالا توی این مورد خاص من حس میکنم یه ذره میتونه کمک کنه جلوتر بهش اشاره میکنم ولی فکر میکنم از این منظر که اخباری که از اونجا مخابره میشه خیلی پیامش درست به گوش همه نمیرسه که دلیل این اتفاق چیه رو این حساب شاید حالا این جمعی که ما اینجا داریم یه ذره بتونه یه قدم خیلی خیلی کوچیکی تو این زمینه برداره اونم به واسطه در واقع شاید کانکشن هایی که هست یعنی اخبار درجه اولی که به دست حالا مثلا تو رسیده به خاطر حالا آره حالا داشتنه. آره, چون من خب 50 درصد اون هم شاید هم یه ذره کمک بکنه به ولی در صورت این در واقع حس و حالی که هممون داشتیم تو طول هفته این خودش جالب بود هیچکی دل و دماغ نداشت که اپیزود با روند عادی انجام بده بعد دیگه حتی اپیزود در واقع اون اسپیشال اپیزود 299 300 من رو نذاشتم به خاطر که احساس کردم جاش جاش نیست مناسب نیست برای انتشار پیدا کردن و آره حالا بریم شروع کنیم دیگه توی این چند سالی که ما خودکست رو داشتیم همیشه یه سری اتفاقات توی حالا وطنمون ایران افتاده که حالا وطن ما همین مفهومیه که براش ما تمام این دم و دستگاه رو به پا کردیم که حالا که خودمون به صورت فیزیکی ازش دوریم ذهن و روحمون رو یه جوری بهش پیوند بزنیم که از اصل و ریشمون خیلی دور نشیم که بی شدن در واقع لاعلاجه مشکل لاعلاجیه توی این چند سیزن همیشه اتفاقاتی افتاده که یه جوری حال ما رو دگرگون کرده که ما ندونیم چیکار کنیم ما ای که به چشم خیلی ها ممکنه حالا خارج نشیم باشیم و اصلا درک نکنیم که داره چی میگذره فرض محال که ما درک نکنیم غمش رو میخوریم سوگواریش هم میکنیم آبان 98 بود اون سردرگمی درک ناشدنی وجود همه ما ایرانی ها رو گرفت شوکه اول ناشی از نادیده گرفته شدن وضع معیشت مردم به واسطه گرونی غیرمنطقی منطقی نف... بنزین بود و شوک دوم قطعیه چند روزه اینترنت کسی باورش نمیشد که به همین راحتی میشه ارتباط داخل و خارج رو قطع کرد و پاسخگو هم نبود داخل و خارج هم که چرس کنم هممون اجزای یه موجودیت واحد هستیم اون موقع استحالی که همه ماها داشتیم خیلی عجیب قریب بود به خاطر اینکه بالاخره همه تو ایران داریم و اینکه خیلی راحت میشه شما رو از یکی از حالا طبیعی ترین حقا توی قرن بیست و یک محروم کنن حق ارتباط داشتن این خیلی برای همه سخت و حضم نشدنی بود چه کسی که داخل بودن چه کسی که بیرون بودن حال هر کسی متفاوت بود این یه مورد از اون موردایی که توی گذشته خود اتفاق افتاده که ما اون حال رو نمیدونستیم باید باش کار کنیم چند روز پیش تولد نوید افکاری بود اون کشتیگیری که توی یکی از این اعتراضات گرفتنش و به جرم اینکه یه نفر دیگر رو کشته جرمی که هیچ اثبات نشد نمیدونم اون فیلمی که برادرش منتشر کرده دیدید از تولد تولدش شد. داشت میرقصید اصلا اون فیلم چند دقیقه ای انقدر جالبه آدم ناخداگاه میخواد کیف کنه از اون در واقع شور و شوق و انرژی که در کسری از ثانیه آدم یادش میفته که چه بلایی سر اون آدم اومده چه جوری شبانه اعدام شده در صورتی که هیچ وقت هم جرمش اثبات نشد هیچ مدرکی بیرون ندادن این مورد دیگه بود و مورد عجب غریب هم یه سال و نیم پیش بود که هواپیمای اوکراینی رو زدن دیگه ما تا مدت واقعا باید با خودمون چیکار کنیم هر کدوم از ماها تو هر محیطی که بودیم یه شرایط خیلی عجیب غریب بود که شاید بهترین لفظ براش نامعنوس باشه اصلا نمیدونستیم باید با اون حجم از در واقع احساسات و افکار چی کار بکنیم با اون حجم از غم میرفتیم مثلا لیست مسافرها رو نگاه میکردیم گذشتهشون رو نگاه میکردیم یه چیز عجیب غریبی رو تجربه کردیم و بعدش هم که خبر اینکه در واقع حالا عامل انسانی باعث این قضیه شده بود نه عامل حالا اشتباه فنی اون دیگه وحشتناک شد واقعا وحشتناک شد و بگم ببخشید جمعا آره. و ما حالا اون موقع هم با هم حرف می زدیم. با بقیه حرف می زدیم. هر کسی یه شرایط خیلی عجیب غریبی رو داشت تجربه میکرد و هیچ راهکاری هم براش نبود معمولا اینجوریه که حالا یه عده ممکنه حالشون به یه دلیلی بد باشه چهار نفر حالشون خوبه میتونن یه کمکی به اونا بکنن ولی اون موقع هیچ ایرانی نبود که حال خوشی داشته باشه و اصلا تو دیگه نمیدونستی باید چیکار بکنی و واقعیت اینه که ما اون موقع دیپلماسی و میدانی هم پیدا نکردیم که یکی فدای اون یکی شده باشه فقط درد بود و درد بود و درد به خاطر اینکه یه سری آدم بیگناه توی اون شرایط از می رفته بودن بگم. ما اگه که یادتون باشه خب یکی از کسایی که توی اون پرواز بود ما خیلی دورا دور می شاختیمش من مهمونی گرفته بودم اینجا اومده بود یه بار و ما فکر فرزادم ما فرزادم بود توی اون ختمی که ما رفتیم بله, بله. بله. و اصلا یه خیلی من خود خطم رفتم تو زندگیم که عزیزان هم یعنی <laughs> بودن که عزیزان خودم بودن که از دست دادم ولی اون یه لاجیکی پشتشه یه در واقع یه راهی رو طی کردن تو میدیدی که داره مثلا مثلا یک شخصیه داره سنش بالاتر میره یه ذره مریض میشه شاید مثلا مریضیش بیشتر میشه تو آره آه. یه ذره راه طبیعی شد میبینی ولی اینکه مثلا یکی از کسایی که میشناختین برای عشق رفته بوده مثلا ایران و تو راه برگشت یهو بر به خاطر یه حادثه ای دیگه پیشتون نیست این خیلی دردناک بود و ما اینو قشنگ توی اون ختمم میدیم یعنی آدما اصلا انقدر آن ناراحت بودن معذب بودن که بعضیا واقعا اصلا نمیدونستن که باید از خنده های عصبی داشتن یعنی خنده های عصبی اتفاق میفتاد یعنی من خودم مثلا میدونم مستصل بودم مثلا این رو نگاه میکردم یه لحظه بغض میکردی یه لحظه لبخند میزدی اصلا نمیدونستی چه اتفاقی داره میفته و یه حالا فاکتوری دیگه هم که داشت این بود که تو با فاصله خیلی کمی اون پرواز رو یعنی تو توی همون بازه مثلا یکی دو هفته, دو هفته این ورون ورش تو از ایران اومدی و خب اونم یه مثلا فشاری بود که حالا حداقل روی ذهن من سنگینی میکرد که هر کدوممون میتونستیم تو اون پروازه باشیم چون که خیلی کانادایی کسایی که توی کانادا زندگی میکنن توش بودن هر کدوم از در واقع خانواده میتونستن اون تو باشن و اونم میگم اون دقیقا اون مستاصل بودنه و اون که نمیدونی با چه جوری حساب رفتار بکنی خیلی مشهود بود آره خیلی اون موقع شرایط بود حالا ببخشید ما هم الان صحبت میکنیم هیچ کنون ما فکر کنم الان حالا روز درست حسابی نداریم حالا هفته گذشته انقدر اخبار دنبال میکردیم سخت شده بود زندگی الان هم فرضات قبل چیز این آهنگ خوزستانه چاوشی رو گذاشت اصلا دیگه دیگه ببخشید شما بعد اون از اون الان هم رسیدیم به خوزستان شرایطی که سالها کارشناسای محیط زیست شده رو داده بودن که اگه اقدام حساب شده ای انجام نشه کار به اینجایی میرسه که ما الان هستیم قبل اینکه حالا وارد موضوع بشیم و بهش نگاه کنیم که مشکل واقعا چیه توی خوزستان من یه توضیح بدم حالا ما بارها گفتیم که ما تو هیچ زمینه ای خوشبختانه تو دنیا هیچ تخصصی نداریم که بیایم اینجا حرف تخصصی بزنیم ولی محس کردم حالا توی شرایط الان به واسطه همون که اخبار خیلی شاید درست مخابره نشه از خوزستان به بیرون که دلیل اصلی این اتفاقات چیه گفتیم شاید این جمع خودمونی که حالا ما داریم مدل صحبت هایی که میکنیم یه ذره بتونیم یه قدم خیلی خیلی جزی کوچیک توی این راستا داریم که بگیم که واقعا داره چه اتفاقی میگذره کار به تحلیل حالا مباحث پیچیده اجتماعی و جامعه شناسی و ریشه یابی این مدل حرکات که میرسه خیلی اینطوری نیستش که بگی یه عامل وجود داره یعنی مثلا الان کم, کم آبی قطعی برق عامل مثلا در واقع این التهابه معمولا یه زنجیره پیوسته طویل و عمیقی از مشکلات دست به دست هم میده که این مدل حرکات گسترده شکل میگیره حالا مثلا توی مورد خاص الان مدت از کارگرای نیشکر هفته با صنعت نفت خوزستان اینا توی اعتصاب بودن به خاطر حالا شرایط اقتصادی بعدی که داشتن بهشون رسیدگی نمیشه و مسلم این وسط وقتی میان برق و آبم قطع میکنن توی اون گرمای وحشتناک اون کسی که حالا میبینه بچه کوچیکش اینقدر کلاف است که شب خوابش برای فیلماشو دیدیم اون دیگه بر نمیتابه همچین شرایطی رو بعد حالا من داشتم میخوندم دنبال میکردم که دلایل این اتفاق چیه میشه به نظر من از دو دید به این قضیه نگاه کرد که ریشه این اتفاق چیه ریشه اول مباحث زیست محیطیه ریشه دوم مباحث قومیاتیه که من حالا امروز یه اشاره جزئی به هر کدومش میکنم توی مباحث زیست محیطی یه کار اول میدونید خوزستان جلگه و جلگه بسیار حاصلخیزی بوده از لحاظ کشاورزی هم پرآب بوده این جلگه به خاطر حالا رود و اون هوری که وجود داره رود کارون و هور عظیم هور عظیم در واقع خیلی پرآب آب بوده جلگه حاصلخیزی بوده کشاورزی و دامداری همیشه اونجا جریان داشته کاری که کردن اینه که مدیریت اشتباهی که انجام شده اومدن یه سری صد زدن توی جاهای اشتباه اه. که این صده یا باعث تبخیر شدن آب شده یا باعث شور شدنش جای اشتباه یعنی این اه. که این شور شدنه شور شدن آب کارون باعث میشه که زمین کشاورزی از بین بره حالا داستان چیه؟ میگه وقتی که صد میزنی به خاطر اینکه آب پشت صد توی اون دریاچه جمع میشه این تماسش با هوا زیاد میشه حالا اگه گرمای هوا زیاد باشه احتمال تبخیر شدن وجود داره 25 درصد منابع آبی ما پشت سر تبخیر میشن 25 درصد استاندار خوزستان گفته 70 درصد آب پشت کرخه یکی از رودای خوزستان تو دمای 50 درجه خوزستان تبخیر میشه 50 در... 70 درصد. درصد آره یعنی آب روان باشین اتفاق نمیفته ولی چون آب ساکن راکن. میشه یعنی اشتباه مهندسی اشتباه مدیریتی که صد رو اونجا نباید بزنن و ما این همه راجع مشکلات کم آبی صحبت میکنیم این آمار من بچه بودم شنیده بودم باورم نمیشد 90 درصد آب مصرفی ایران توی کشاورزی مصرف میشه 6 درصد تو صنعت 4 درصد مصرف خوراکی داره خب یعنی مصرف روزمره که ما میریم هم 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 همه و... همه دو 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 دو. اینا روی هم 4 درصده خب هرچند خب اون مصرف کشاورزی هم باز جز مصرف تو حساب میشه یعنی اون میوه که تو میخوری اون در واقع گوشتی که مصرف میکنی تمام اینا باید اون عدده رو حساب کنی ولی اون آب خوراکی و اون چیزی که تو مستقیم باهاش برخورد داری اون 4 درصد 90 درصد کشاورزیه و حالا توی کشوری مثل ایران که بعضی مناطقش مشکل کم بوده آب دارن و جمعیت چون رفته بالا کشاورزی یک باید مدرنیزه بشه دو اینکه محصولات متناسب تو جاهای متناسب کاشته بشه تو جای مناسب کاشته بشه اه. خب یعنی که یکی از مشکلاتی که خوزستان داره اینا شروع کردن اونجا گندم و برنج و نیشکر کاشتن نیاز به آب خیلی که اینا جفتش اینا. وحشتناک آب میطلبه تو جایی که کم آبه این اتفاق نباید بیفته برنج رو باید شمال کاری که مم. به خودی خود آب زیاد داره این یکی دیگه از اون مشکلاتیه که باعث شده در واقع مشکل کم آبی به وجود بیاد توی اون منطقه بعد یه صد گتوند هست این یکی از بزرگترین صدای ایرانه که روی رودخونه کارون زدن صد دو توی پنج کیلومتری معادن نمک گشتزاران زدن این اصلا قبل اینکه این پروژه شروع بشه همه هشدار داده بودن که این آب پشت صد این نمک رو میشوره با خودش حل میکنه میاره هم. توی آب باعث میشه مزاره شور بشن یعنی مز... زمین کشاورزی از بین بره خوش بشه از. این از قبل هشدارش رو داده بودن که نمک گچزاران این کارو میکنه چون صد خیلی نزدیک اونه یه ایده ای زدم به اسم پتوی روسی ام. که ایده این بوده که خاک رس رو بریزن روی اون چیزای نمک این باعث میشه طبعا. که آره آب نتونه اونو به شوره ببره صد گوتوند آبگیری کردن سه روز بعد آب شو... کامل شسته نمک رو به خودش برده و این باعث شور شدن بزرگترین و مهمترین رودخونه کشور شده میگفتن شوریش اونقدر زیاد بوده یعنی چندین برابر شوری آب دریا, آره. دریا بوده. یعنی وحشتناک نمک گچساران رو شسته با خودش آورده دیگه معادن نمک رو و این از قبل اینا همه چیزایی که علم سالهای سال به این چیزا رسیده از قبل هشدارش داده بودن که این اونجا اشتباهه من نمیدونم ایده چی بوده چه دلیلی باعث میشه اون سطح اونجا خب حالا من یه سوال دارم ببین یعنی اینقدر میتونه مدیریت اشتباه باشه یعنی سوالی که به وجود میاد اینه که خب اون طرفی که داره صد میزنه یه درسی خونده یه مینی دو تا کار قبلا انجام داده اون, کسی که صد میزنه اون تصمیم نمیگیره صد رو کجا بزنه خب اون کسی که تصمیم میگیره صد رو بزنه آخه کار به خودی خود که نمیخواد کار تخریب که نمیخواد انجام بده که شاید فقط میخواد یه کاری انجام بشه همون یعنی شاید, شاید به هرش... واسطه اینه که فقط یه کاری انجام بشه است یا نمیدونم این خیلی عجیبه اینو من هیچ وقت نتونستم باهاش کنار بیام که موقعی که مثلا میان یه مثلا میان یه پل میزنن ولی این پله اصلا نه به ترافیک کمک نمیکنه هیچی مثلا بدتر هم میکنه ترافیکو و خب من همیشه بینم که خب این مگه یه دو تا تست روی این ران نشده یه دو تا سیمیلیشن روی این ران نشده آدم ها مثلا تو تو تحقیق روی این نکردن من بشم شهرداری یه جایی اندازه یه ارزن از شهرداری ندونم و فقط هم از هم انتظار میره که آقا یه کاری بکنم حالا صدای مردم آره دارم ولی تو خودت خب نمیری به اینکه دو نفره نمیگی این یه این یه بخششه حالا لزوما هر کی میره شهردار میشه که نباد نه نه مثال بود نه حالا مثال خب این اتفاق میفته قرارم نیست هر کسی که شهردار میشه همه چیز رو بدونه ولی خب این آدما مشاور دارن این آدما از دانشگاه نمیدونم. از دانشگاه بارها به اینا هشدار داده بودن که آقا این صدر اونجا بزنی من یادمه خبراش حالا ما 50 درصد چون خوزستانی اما خیلی میشیدیم از اون در واقع منطقه اخبار این داستان رو که هشدار داده بودن تمام اساتید دانشگاه هر کسی که بالاخره اصرار بر چی بوده نمیدونم من اون این, این سوال من اینه میگم وقتی که واسه حالا واقعا الان خیلی جای این نیست این یکی از اون دلایل اینا زدن آب اون رودخونه بزرگ و مهم کشور رو شور کردن چیزی که از قبل میدونستن ببین یه زمانی میگیم که آ اونجا کلا منطقه گرمیه اونجا بارندگی کمه بله درسته ولی چجوری کشور عربی دارن مدیریت میکنن فرار تو اون روز گفتید دوره چهل و سالگی بدون برقش رو جشن گرفت یعنی حتی یک لحظه برق شهر بدون قطعی برق آره اونجا گفتم بدون, بدون برق, برق. بدون قطعی برق, برق. 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 چه اونجا میتونه این مدیریت انجام بشه جایی که گرمتر از خوزستانه آبش احتمالاً بارندگی کمتره پس این مشکل صرفا جغرافیایی نیست صد درصد مشکل مدیریتیه کار ببخشید میتونم <متحش> در ادامه این سطح گتفا میگم این حالا گتفا اه... فقط این نیست که حالا زمین و اینا رو دیگه از بایر بودن در آورده این خیلی روی اون اه... اکوسیستم حیوانی هم تاثیر گذاشته که حالا اون اون حالا به علت اینکه الان جون انسان ها بحثش در میونه اون الان نادیده گرفته شده ولی اون هم تو سالهای آینده میبینن یعنی تجربه میکنن که نبود اون حیوانایی که تو اون چرخش بودن چه تأثیری هم روی حالا موجزیس میذاره روی حالا زندگی افراد میذاره اون اونم خودش حالا یه معادله دیگه است که دقیقا اینو نوشته بود که یارو نوشته بود طبیعت همیشه نشون داده قدرتش از انسان ها بیشتره هر جایی تلاش کردن که دستکاری بکنن الان میبینیم تغییرات اقلیمی داره چیکار میکنه ام. توی آلمان سیل اومد شست برد اتفاقی که تو اروپا نمیفته شاید. یا این وراد آتیش سوزی های بیش از خوش سالی اتفاق میافته جاهای دیگه بارندگی وحشتناک اتفاق میافته بعد حالا خوزستان خیلی جالبه از یه طرف به خاطر حالا کارهایی که انجام دادن اون خاک دیگه اون حاصل خیزی رو نداره قدرت جذب آب رو نداره ام. از اون طرف در واقع اینو میگن چون بارندگی کمه خوشحالی ایجاد شد و اینا از اون طرف بارندگی که میاد من اهواز که بودم یک سال خورده یه پیش دو میشه. ساعت بارون اومد بارون وحشتناک این بارونه که اینجا میاد خیابون کامل آب گرفت کامل خیابون آب گرفت قشنگ مثلا بگم شما نم سی چل سان توی خیابان های معمولی آب بود راحت بیشتر اگه نبود بعد اونجایی که ما بودیم خیابون که بود وسطش رو تصمیم گرفتن که خندق بکنن نمیدونم چرا تو شهر مثلا چه کار بود این ور آسفالت بود اون ور آسفالت بود وسط رو کنده بودن اینا همه هم محلی اونجا میدونن خیابون ماشین رو یعنی... آره آره خب میرفتن تو خندق نه ماشین تونه ما... خاک بود وسط این ور آسفالت این ور هم آسفالت این وسط خاک کنده بودن حفره بود بره. بعد این وارون که اومد این حفره شروع کرد پر شدن من به اعضای خانواده داشتم میگفتم این اگه پرشه و یه ماشینی بیاد که ندونه اونجا خالیه میفته توش ست. پر شد ماشین افتاد توش نه توی چند ساعت اونجا پر شد من دیدم قشنگ یه پراید رفت تو حالا وایسا آب بره تو اینو درش بیا یه مشکل دیگه ای که هست آب رودخونه کارون منحرف کردن به سمت استانه کویری خب <متحدث> کارون ظاهرا سرشاخه منابع آبی استانه بعد هر استان برای خودش اصطلاحی داره میگه حقابه باید یه آب مشخصی وارد بشه اون دبی مشخصی داره واسه اینکه مصارف کشاورزی دامداری اونجا تامین بشه اینو منحرف کردم به سمت فلات مرکزی و مناطق کبیری 25 تا شرکت فولادی تاسیس کردم توی مناطق کبیری فولاد صنعتی که باز خیلی صنعت کثیفیه به آبم نیاز داره فولاد رو باید جایی بزنی که آب وجود داره برای چی فولاد توی کبیر باید زده بشه 25 تا شرکت جدید و چه آلودگی همون ش... چیز فولاد خیلی کثیفه اصلا ببین اصلا, اینا اصلا کانادا اینا اینا دیگه فولاد یا ندارن یا سعی میکنن بدنشون به کشور دیگه چون صنایع سنا... خیلی کسیفی یعنی اینا یه مشکل دیگه هم که هست این اونجا یه تالاب خیلی بزرگ هست بهش میگن هور عظیم اسمش رو احتمالاً این چند روز هممون زیاد خیلی چیز جالبیه این عمق میانگینش 5 متره تالاب خیلی کم عمقه دو سومش توی عراق یک سومش تو ایران خیلی عظیمه 120 هزار هکتاره که هر هکتار یه مربع 100 متر در 100 متره 120 هزار هکتاره خب یک سومش هم ما تو ایران داریم خیلی جای باحالیه اونجا همیشه حالا ماهیگیری توش انجام میشده کلی زمین های کشاورزی از طریق اون تأمین میشن و دامداری <applause> اه، یه دام ویژه اونجا هست گاو میش اسمش هم هممون شنیدیم که اینو بهش میگن بوفالوی آبی خیلی امه. حیوان گوگلی و باحالیه شبیه گاوه ولی مثل گاو و اینا مثل که جفتک نمیزنه خیلی ارتباط عمیق امه. میگیره با صاحبشون کسی که شیرشو میدوشه خیلی شیر پرچربی داره و خیلی قویه موقوی اصلا تو جنوب میگن مثلا شیر گاو میش بخوری شما بدنت قوی میشه من یادم اونجا مثلا یه سری بستنی فروشه اینا اصلا که از شیر گاو میشه اصلا یه طعم دیگه ای داره آره بعد باید همیشه تو آب باشه اینا ما همیشه میدیدم اینجوری میرن مثلا تا پا تو آب و اینا اونجا اشغال میکنن دراز میکشن تو آب میان بیرون هور رو زدن خوش کردن به خاطر اینکه توش نفت هست م. و تکنولوژی استخراج نفت از خشکی و نفت از حالا آفشور آنشور فرق داره با هم و این چون هوره اونجوری نفت روی اقیانوس نیست توی اقیانوس مثلا میرن یه ای رو شناور روی آب نگه میدارن اونجا چاه میزنن و اینا اینجا چون تکنولوژیش فرق داره تصمیم گرفتن که خوش هر خشکش خوش کنن هوره توی ایرانو آره دیگه که نمیتونن کارش کنن بعد آب رو جاری کردن به سمت عراق به خاطر حالا شیبی هم که داره ظاهرا دیگه خیلی راحت رفته آب اونور هفتاد درصد هور داخل ایران رو خوش کردن خب که نفت بزنن چه از اون هم. یک سومی که تو ایران 70 درصدش خوش شده آره این خبریه که هست 70 درصدش رسما میگن خوش شده بعد آه... حالا من بابام تعریف میکرد اون موقت. قبل انقلاب و تا زمانی بعد شرکت نفت بودن خب اون بود مثلا چاه های اون منطقه رو کامل میشناخت و اینا بعد جدیدن که با عمو هم صحبت میکرده اونجا مثلا اسم یه منطقه ای رو بردن که اونجا چاه نفت و اینا وجود داره بعد به من براش آشنا بوده بعد ظاهرا پا میشه با یکی از اموهای من میره اونجا میچرخه متوجه میشه او اینجا اون هور بوده هور رو خوش کردن بعد اونجا چاه رو زدن برای همین اصلا اصلا تو ذهن بابای من نبوده که چجوری اون منطقه الان چاه داریم قدیم که نداشتیم این هم هست یعنی پول هست دیگه اون میره اونجا هور رو خوش میکنی بعد حالا مردمی که اونجا نسل در نسل کشاورز بودن دامدار بودن از بین, از بین میرن بعد از اون بدتر مشکل ریزگردا رو شنیدید دیگه م. یه اتفاق وحشتناکی که توی اهواز میفته حالا خوزستان میفته توی بخشایی از سال زمانایی از سال ریزگرد میاد من بودم توی اون شهر کامل قرمز میشه آسمون میبینی تو خاک و تو هوا میبینی یعنی مثلا اینجا دیدید آتیش سوزی میشه وایلد فایر آتیش های طبیعی که جنگل ها میسوزن می اونو بکنش قرمز و قلیستر آه. نفس؟ نمیبینی هیچ جا رو نمیبینی نمیتونی نفس بکشی چقدر این اتفاق میفته طول میکشه این می... نمیدونم الان سالی چند ماه داره این اتفاق میفته از صبح تا شب کل روز هفتگی این اتفاق ش... شروعش ده. از عراق اصولا مم. یا ببین میگن می... میگن به خاطر اینه که نمیدونم از عراق میاد و اینا ولی یه دلیل اصلیش همین خوشگوندن هوره هوره دلیل اصلیش چون اون آب باعث میشه که اون بخوا... اون حالت کوی آره دیگه اکوسیستم رو دستکاری کردن و میگن طبیعت هم زورش زیاده دیگه واکنش نشون میده بعد مشکلات حالا ریوی و تنفسی توی خوزستان وحشتناک زیاده یه توی کلاپ ها سافته بودم یکی یکی از نماینده سابق مجلس بود دوران اصلاحات داشت میگفت نوه من میشینه جلو ما صرفه میکنه کوچیکه میگم فقط گریه میکنیم جلوش هیچ کاریش نمیتونن بکنن چون بچه احتمالا با یه سری مشکل تنفسی به دنیا آمده و اونجا هم مشکلات تنفسی هم سرطان خیلی مثل که داره بیداد میکنه و حالا یه سری روستاها هستن که اصلا این آب شرب ندارن اونجا و اینا در واقع آب آشامیدنیشون از رودخونه میگرفتن از کارون مثلا میگرفتن آب رو زدن شور کردن یک دو حجم فاضلاب صنعتی که وارد این میشه در روز وارد رودخونه میشه در روز وحشتناکه و میگه یه سری روستا هستن که اصلا آب آشامیدنی نداره مردم از اون آوه استفاده میکردن حالا تو فاضلاب صنعتی ریختی تو شورش هم کردی در واقع توی منطقه ای که ثروت کشور از اونجا داره میاد دیگه و همیشه این داستان ها رو از پدرم اینا میشینن واقعا توی یه سری از مناطق میان توی خونه چاه میکنن که به آب برسن به نفت میرسن انقدر اون منطقه ثروتمنده بعد شرایط زندگیشون اینه اینه هم که گفتیم آبادان خورمشهر هم براتون بگم اصلا اسم وچه تسمیه این دوتا شهر آبادان و خورمشهر به این بوده که قبل انقلاب بی نهایت جاهای آبادی بودن یعنی این چیزهایی که از دوبه و کشور عربی تعریف میشه اون موقع اونا آرزوشون بوده که شبیه آبادان و بشن خب بعد بابای من تعریف میکنه قبل انقلاب حالا به خاطر وجود شرکت نفت و اینا کامل ساخت و ساز اونجا شده بوده و خیلی شرایط زندگی خوب بوده بعد نفت و بعد جنگ خیلی اونجا آسیب دیدن هیچ وقت بازسازی نشده من ده سال پیش اینطور که رفتم دیدم شما جای گلوله رو دیوار خونه میبینی دیوار خونه سوراخه هنوز من بگم من یه چیزی که همیشه یادم میموند تو زندگی میادم موند من پدرم اینا به وسط کاری که داشتن دو بینا زیاد میرفتن و یه دفعه که رفته بودن میگفتن که بارون اومد و میگفتن که انقدر اونجا مثلا این برمیگرده من خیلی بچه بودم شاید 5 6 سالم بود گفتن که انقدر مثلا بارون شهید بوده توی کل شهر مثلا آب وایساده بوده اومده بودن با تانکر داشتن خالی میکردن و اینا و خب اون موقع ما داشتیم پوز میدادیم که مثلا ایران چقدر جای بهتری نسبت به دوبه دوبه چه افتضاحیه الان آره <تصفيق> <تصفيق> حالا تا اینجا اینا مسائل زیست محیطی بود شما تصور بکنید جلگه حاصل خیز اون همه کشاورزی و دامداری با مسائل مدیریتی اون رو از بین بردن صنعت نفت رو ایجاد کردن اون همه نفت استخراج میشه ولی چیزی نصیب اون مردم نمیشه این یه بخش قضیه است این یه دلیل از ناراحتی در واقع مردم و این نارومی های اخیره که خب وضع اقتصادی بده به خاطر اینکه کار مردم رو ازشون گرفتن اینجوری نیست که آدم رو نخواستن برن کار کنن کار رو ازشون گرفتن کاری که داشتن و جایگزینی هم نداشته مورد دوم به مسائل قومیتی مربوط میشه من یه چیز رو هیچ وقت نفهمیدم توی زندگیم اینکه دم انتخابات که میشه مدام صحبت از عرب و لور و کرد و ترک و بلوچ, بلوچ و اینا هست تمام این آدمایی که از آقای رضایی بگیر که هیچ وقت انتخاب نشد تا تمام آدمایی که انتخاب شدن همهشون دم انتخابات یه دور رفتن اونجا با سرانه این قوایل صحبت کردن و سواری موجه شدن دیگه موجی که آقا ما به همه احترام میذاریم و برادریمو آره ایران همه اینا رو داره همه این قوم های مختلف رو داره در کنار هم زندگی میکنیم سال های سال بعد انتخابات دیگه خبری شنیده نمیشه چیزی که من نفهمیدم اینه که چجوری ممکنه یعنی بعدش شما یادتون میره همچین آدم وجود دارن خودخواسته این کار رو انجام میشه مثلا کسی الان میدونه جمعیت عربای خوزستان چقدره یا مثلا خود شماها قبل اینکه منو ببینید میدونستید ایران عرب داره آره. اونو میدونستم دیگه آره. خدا اینو دیگه مجبور بودم که بدونم آره اینا توی حالا سالیان سال نادیده گرفته شدن و خب این همیشه برای من سوال بود که ما تو کتاب های درسیمون اونقدی از این مسئله با خبر نمی خیلی توی رادیو تلویزیونی قضیه مطرح نمیشد و خب این داستان عجیب قریبی دیگه من رفتم اعدادش رو نگاه کردم بالای دو میلیون نفر حالا این عدد هم مال چند سال پیشه بالای دو میلیون نفر جمعیت عرب داریم تو ایران که میشه دو ه5 پنج جمعیت کشور این توی سرشماری سال 95 این اتفاق افتاده این عداد درآمده که طبق آمار رسمی اکثریت غالب خوزستان عرب هستن که این عدد تا سی درصد چل درصد آمار رسمیه من از مردم محلی اونجا مثلا عدد بالاتر هم شنیدم ولی خب ام. به آمار رسمی اگه اکتفا کنیم 38 درصد عربن هن فارس و لور هم هست توی خوزستان هر کدوم 30 درصد اکثریت غالب آدم های اونجا در واقع عرب هستن من خودم 50 درصد عرب هن. پدر من عرب خانواده پدر من عرب هستند و اونجا فرهنگ عربی است آدم ها عربی صحبت میکنن اصلا مثل جای دیگه چون ما ترک داریم بلورچ داریم کرد داریم لور داریم عرب هم داریم ولی اینها داشتم یه مطلب میخوندم راجبه یعنی یه روزنامه نگار یه روزنامه عرب نوشته بود از خوزستان که تبعیضی که قائل میشن در حق عرب ها میگفت یه شغل دولتی اگه باشه طرف تمام در واقع کیفیت های لازم رو داشته باشه که اون شغل رو تصاحب کنه به واسطه اینکه ممکنه عرب باشه یا اصلا لحجه داشته باشه اون شغل رو نمیگیره که اتفاقا یکی از شنوندهای ما هم دقیقا همین مطلب اشاره کرده و گفته بود مم. پدرشون عربه نمیتونه شغل درستی بگیره منم توی حالا به واسطه استریمینگ و اینا یه چند نفر را داشتن سوال پرسیده بودن در بوده در خوزستان سوال و اینا یکی از بینندگان حالا یا شنوندگان عربم به اونو مسیج زد و دقیقا رو تاثیر کرد و گفته بودش که اصلا مشکل حالا الان آب نیست آب مدنی نیست مشکل اصلی اون تعویض است که وجود داره نمیتونیم شغل بگیریم نمیتونیم در واقع زندگیمون رو بچرخونیم فقط به واسطه این که عرب هستیم و اینم نه تازگی نداره این خیلی از قدیم بعد از این خیلی خرابتر میشه کجا اونجایی که تظاهرات که انجام میشه ببین اونجا ما مناطقی داریم که 100 صد درصد عربن یعنی روستاهایی هستن که 100 صد درصدشون عرب اصلا کسی فارسی اونجا صحبت کنه من خودم رفتم فامیلای ما توی یکی از همین روستاها هستن م. مشکل اصلی اینجاست که تظاهرات که انجام میشه من یه جایی داشتم میشیدم میگفتن که اینا حتی نمیتونن شعار عربی بدن به خاطر اینکه اگه این کارو بکنن میان وصلشون میکنن به مثلا عربستان میگن شما از بیرون دارید هدایت میشید میدونی م. یعنی تو با زبان مادری هم نمیتونی صحبت کنی حالا اصلا تو مدرسه که نمیتونی درسشو بخونی و اینا که جای خود که تمام قومهای های ما مشکل رو دارن چی نمیتونیم درسشو بخونی؟ کسی, کسی به زبان مادریش نمیتونه درس بخونه دیگه یعنی مثلا آها آها ترق... فکر... حالا تور... آذری ها در واقع میرن مدرسه اونا احتمالا کل خونه تا زمانی که وارد مدرسه شدن همیشه آذری صحبت کردن شاید فارسیشون خوب نباشه اونجا یه داستان است داستان شما شنیدیم عرب ها همینجوری کرد و لور دوباره همینجوری و کسی اجازه نمیده که اینا زبان مادریشون رو بخونن حالا اون به کنار این, 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 خیلی عجیبه این مشکلی که شما بری به زبون خودت شعار بدی شما رو وصلت میکنن به یک کشور دیگه که در واقع خارجی ها دارن حمایت میکنن چجوری دم انتخابات مثلا احمدی نژاد میره اونجا شروع کنه عربی صحبت کردن که توجه بقیه رو جلب کنه رز... حسین رضایی میره مثلا همچین کاری میکنه بعد الان اینا نمیتونن به زبان خودشون صحبت کنن یعنی این هم اون... شاستین. این هم اون مشکل قومیتیه بعد خیلی جالبه اصن این قوم و قومیت و این داستان ها چیزایی که فقط برای سیاست مدار و اهمیت داره برای مای مردم عادی هیچ وقت همچین موضوعی مهم نیستش که حالا تو مال کجای اتفاقا خیلی همیشه جذابه با حال اتفاقا آنی. همیشه با حاله. تو مثلا توی فرهنگی بزرگ شدی بعد میری با یه نفر دیگه صحبت میکنی یه فرهنگ دیگه داره حالا ما ای که مهاجرت کردیم اینو بیشتر میبینیم چون ما م. یه هندی ببینیم باش صحبت کنیم یه کانادایی ببینیم یه مثلا اروپایی ببینیم برامون خیلی جالبه و اونا هم براشون جالبه که با فرهنگای ما چون آدمای عادی براشون اهمیتی نداره برای ما انسان انسان دیگه من چند سال پیش تو صف سفارت آمریکا بودم میخواستم ویزا بگیرم بعد تو صف بودیم که پشت سریم مثلا پاسپورت من دید و اینا شروع کردن این با صحبت کردن گفتم آره من مال جایی که شما بهش میگید شیطان کوچک خب گفتم با مشتی ما به هیچ کسی نمیگیم شیطان اونا رو حکومت ها میگن اصلا برای من فرق نداره اسرائیلی بود واسه اونجا با هم صحبت کردیم برای مردم عادی هیچ اهمیتی نداره که تو کجایی هستی چه قومی داری اتفاقا خیلی هم جالبه همیشه مهم. اینا سیاست نداره که براشون مهمه و این چند روز توی ذهن ما مدام صدای اون خانوم عرب که داشت فارسی صحبت میکرد که تظاهرات سلمیه مهم. نه نه اون مدام توی ذهن من مرور شد یا خیلی, خیلی تاثیرگذار گذار بود و یه توضیح میده کسی که چیه آره یه صدا تصویر نیست که یه خانم عرب داره اعتراض میکنه به اون نیروهای آلا که اون اطراف میخوان حمله کنن یا هر چیزی بهشون میگه تظاهرات سلمی یعنی عربیه دیگه مسالمت آمیزه میگه آب شما رو که نگرفتن خاکتون رو نگرفتن اینجا آب و خاک و ناموس ما رو گرفتن و خب الان اشاره به اون هشت سال جنگ داره که اون, کش اون منطقه که اونقدر آباد بود و خیلی شرایط خوبی داشت نابود شد این همه کشته دادن آدم های اونجا که حالا از وطنشون دفاع کنن و الان در واقع پاداشش پا رو اینجوری میگیرن یا اون یکی صدایی که اومده بود اون جوون 22 ساله بود میگفتش که من حریفتو نیستم اون ها خیلی تاثیر گذار بود که یه ویدیوی خود پسره گرفته صدای تیراندازی داره میاد بعد اینم خب معلوم عربه میگه که بابا من حریف تو نیستم یعنی من نیومدم با تو به جنگم میگه 22 سالم بیکارم و اون همچنان از اون بر صدای تیرشو داری میشنوی یه دونه ویدیوی دیگه هم بودش این دیگه واقعا دیگه اوج درد بود یه خانومی بود توی حالا نمیم حاشیه شهر بود عرب بودن اصلا ایشون عربی صحبت میکردن زیر داشت که گاوشون رو زمین دراز به دراز افتاده بود بعد این داشت میگفتش که این گاو به ما مثلا شیر میداد دوغ میداد ما چیز میکردیم الان حالش بد شده ماشین نیست من اینو ببرم دام پسشی. آره بعد میگفتش که دیگه گریه داشت میکرد میگفت من دیشب تا صبح کنارش بودم پرستاریش کردم گاوه خب داشت جون میداد میگفت ما دیگه از گوشت اینم نمیتونیم استفاده کنیم قدیم حالا اونجا احتمالا اینا کشاورزی داشتن دامداری داشتن همین یه دونه مونده بود اونم از بین رفت خب اون آدم باید چی کار کنه توی اون شرایط بعد آره همه این داستان ها هست و قطعا مشکل مشکل پول و آب مدنی نیست که یکی نوشته بود بابا شماره کارت نذارید که این منطقه 100 سال داره هزینه کل کشور رو میده از وقتی نفت اومده درآمد ایران نفت دیگه ما که دیگه ای نداریم اون منطقه قطعا مشکل پول و مشکل آمدنی ام. نداره و مشکلی که داره مشکل مدیریته که اون جلگه حاصلخیز رو به این روز انداختن این یه ما من حس کردم شاید خیلی این اخبار خوب مخابره نشده به بیرون یه شاید گله هم که باشه اینه که یه سری آدمایی که توی این زمان جمع شدن حالا در واقع سعی کردن کمک جمع کنن هیچ اشکالی نداره این کار قطعا قصد همه اونا قصد خیری بوده ولی به نظر من آدمی که حالا به هر دلیلی به شهرت رسیده به اون جایگاه رسیده به خاطر حضور مردم به اون جایگاه رسیده ای کاش اون آدما به جای اینکه حالا شماره حساب بذارن و پول جمع کنن که بازم میگم این تو شرایط خاص لزوما کار بدی نیست از ابزاری که در اختیارشونه از اون رسانه که دارن استفاده کنن برای اطلاع رسانی یعنی برن بیشتر ببینن که آقا درد اصلی اون منطقه چیه آیا ما مثلا تانکر آب مدنی بفرستیم اونجا مشکل حل میشه یا نه اصلا داستان چیز دیگه ایه. ای کاش اون آدمایی که قدرتش رو دارن از قدرتش استف... از قدرتشون استفاده کنن برای این اطلاع رسانی نه اه... ش... کار دیگه ای انجام دادن ولی به نظرت کار مردمه یعنی مردم باید نه 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 اصلا میگم اصلا میگم مشکل پول و آب معدنی نیست مردم عادی نمیتونن اون... اون مشکلات رو حل کنن نه من این حتی اصلش در... از مردم میبینم یعنی سلبریتی رو مسئول نمیبینم من, من میگم اون کار به خودی خود کار بعدی نیست ولی میگم ای کاش اون کسی که سلبریتیه آگاه سازی بیشتر از میگم از قدرتش استفاده کنه که آگاهی بده آخه میدونی آدما ها... من میگم قطعا قصد اون آدما خیره ها هیچ شکی توی نیست ولی خب آگاهی بدید که با مشکل اون منطقه چیه مثلا من یه سری استوری علی دایی و مهدوی کیا رو اینا دیدم خیلی خوش اومد اون معلوم بود بابا با طرف مطالعه داره اون طرف آگاهه و از ابزارش داره استفاده می‌کنه همچین کاری بکنه ام. یه زمانی مثلا زلزله میاد سیل میاد یه اتفاق آنیه تو نیاز داری کمک جمع کنی اینجا این اتفاق میفته آتش سوزی میشه توی مثلا بری خرید کنی ازت میخوان که پول دونیت کنی این،, این مشکلی نداره ولی داستان خوزستان که این نیست یه داستان مدیریتیه که ریشه عمیق چند چند ساله داره و مزمن. فقط هم با مدیریت از بالا این مشکل حل میشه نه با این, کار یه چیزی که از سال من احساس میکنم آدما بعضی موقع تحت فشار یه مثلا من مثلا که پادکست دارم خب این چیزا رو میبینم تحت خیلی تحت فشار روحی قرار میگیرم اولین کاری که به ذهنم میرسه که کمک بکنم هر که ببینم من یه اعتمادی مثلا پیش مردم دارم که قبلا مثلا دو تا چریتی ایونت گذاشتم و اومدن خیلی کمک کردن شاید اولین چیزی که من میتونم کمک بکنم اونه میشه میگم یعنی شاید واقعا من نه سواد حالا این در که تو گفتی رو دارم نه قومیتش رو میشناسم منی که مثلا جنوبی هم نیستم بعضی موقع شاید دلیلش اینه ولی این چیزی که تو میگی خیلی مهمه که آدم ها شاید یه ذره وقت میذاشتن منی که مثلا حالا چه میدونم پادکست دارم پنج نفر من رو دنبال میکنن اگه یه سوال میپرسیدم شاید دو نفر جنوبی بودم و اونا شاید میتونستن اطلاعات بهتری به من بدن و من اون اطلاعات رو یه جورایی بازنش بکنم ولی بغ... آره دیگه هدف همه آدم های معمولی نه سیاست مدارا هدف آدمای معمولی کمک کردنه دیگه به نظر اون اطلاع رسانی کمک خیلی موثرتری انجام میده تا جمع کردن پول برای آب معدنی که خود مردم خوزستان نیاز باشه برای همشهریاشون قطعا این کارو میکنن مشکل اصلا مشکل پول و آب معدنی نیست اه. مشکل اون تبعیض است مشکل اون مدیریت اشتباهی که انجام شده که زمینا خوش شدن زمینا شور شدن آب از بین رفته مشکل اینه و حالا یه مشکل دیگه هم که هست شاید واقعا اطلاع رسانی حالا اخبار و اینایی که توی ایران بود خیلی فوکس زیادی روی نداشتن آب و مثلا نبودن آب مدنی میکرد با اینکه واقعیتش چیز دیگه بود این میگم یعنی اخباری هم که توی ایران هر ای که خودت نمیرفتی دنبال اون اخبار خیلی میتونست متفاوت باشه در واقع اون واقعیت از اون چیزی که به گوش میرسه برای همین من میفهمم و میفهم اشتباس میفهمم شاید بعضی موقع اصلا انقدر صدای این سلبریتی ها بلندتره که از اون اتفاقی که واقعا داره میفته همه چی دور میکنه می میگم یعنی واقعیت ایز دیگه است انقدر گفتن آب مدنی آب مدنی آب مدنی میخوایم که مثلا من نصف این مثلا تعویضایی که تو میگفتی رو واقعا نمیدونستم یا مشکل مثلا زیست ها رو واقعا من نمیدونستم به خاطر که انقدر اون رو شنیده بودم و انقدر اون بلندتر بود که این در واقع اطلاعات اصلیه به گوش من نرسیده بود این یه چیزیه که شاید ما حالا باید بیشتر بهش فکر بکنیم در آینده شو از این اتفاقات که کم نمیفته خدا رو شکر توی اطراف ما و توی کارون اولش لیست کرد توی یک سال گذشته چقدر چه اتفاقاتی افتاده ام... که اگر که واقعا یه همچین اتفاقاتی میفته شاید بتونیم با گرفتن اطلاعات بهتر کمک بهتری هم انجام بدیم ام... تا حدی که من دیده بودم که توی این مثلا تویتر و فضای مجازی بعضی از جنوبی ها واقعا بهشون برخورده بود که من پول آب مدنی تو رو میدم تو برای من آب مدنی نفرست تو رو قرآن یعنی بذار من اینجا کارم رو بکنم تو همین که فقط... سال پول مملکت اونا دارن میدونم همون دقیقه همینه همین میخوام رو بگم آلا... باز آره. فکر کنم ما اینجا اپیزودمون رو ببندیم آره بیشتر از این دیگه در موردش صحبت نکنیم اطلاعاتی که نیاز بود رو کارون مرسی که جمع کردی مرسی که اون گفتی ما هفته بعدم نیستیم متاسفانه این هفته هم فقط همین اپیزود داریم دوست داریم که فوکس روی همون چیزی باشه که باید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که دوست دارید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی, فضل... توی تمام فضای مجازی به ما مسیج بزنید ما سعی میکنیم همه رو بخونیم و جایی که میتونیم پاسخ بدیم ما میریم و دو هفته دیگه با موضوعات جای دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ